درود بر شما همراهان گرامی کانال خبرچین. ظاهراً روابط متشنج تهران و باکو منتظر جرقه‌ای برای وخامت بیشتر بود. جرقه‌ای چون ترور آرشیدوک در جوان 1914 در سارایوو که آتش جنگ جهانی اول رو برافروخت و در شرایطی که رقابت‌های ژئوپلیتیک میان قدرت‌های اروپایی بر سر قدرت، نفوذ، عمق استراتژیک و متصرفات استعماری در اوج خودش بود، یک ملی‌گرای سرب ماشه رو چکان و مردی که به گفته رسانه‌های حکومتی با انگیزه شخصی به سفارت آذربایجان در تهران هجوم برده، بدترین عمل ممکن رو در بدترین زمان قابل تصور انجام داده. در زمانی که اختلافات تهران و باکو به اوج خودش رسیده و تهران برای همسایه کوچکتر خودش روشن کرده که قطع اتصال ایران با ارمنستان به منزله بستن پنجره ایران به روی اروپاست و تحولی به غایت منفی که ایران را از یک مزیت مهم ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک محروم میکنه، به گونه ای که با برگزاری رزمایش نظامی و تهدیدات اعلامی به این امر پاسخ داده و آذربایجان هم که در این راه از پشتیبانی ترکیه و اسرائیل برخورداره به پافشاری برای اشغال استان سیونیک ارمنستان ادامه میده و این کشور با قطع تنها مسیر ارتباطی قره‌باغ با ایروان و محاصره ارمنی‌های ساکن آن تلاش می‌کنه تا ارمنستان رو به زانو در بیاره، در شرایطی که روسیه به علت درگیری در اوکراین با زوال نفوذش در قفقاز مواجه شده و ترکیه تلاش می‌کنه که جای اون رو پر کنه. این رژیم ایرانه که مانع تسلیم ارمنستان شده و مسئله اختلاف انگیز دیگه روابط نزدیک باکو با اسرائیل و همزمانی تعطیلی سفارت این کشور در تهران با افتتاح سفارت در تل آویو معنا داره. ایران در شرایط جنگ مستقیم و غیر مستقیم با اسرائیل، حضور امنیتی و نظامی آن در جوار مرزهای شمالی خودش رو تهدیدی آشکار می‌بینه و از طرف دیگه اتحاد با تل آویو بخشی از راهبرد بدون جایگزین اسرائیل و اصولاً علیوف بدیلی برای آن نداره. با این وصف این مسئله هم مانند دالان تورانی پیش گفته فاقد راه حل مشخصیه و تهران و باکو بر سر مسائل عدیده دیگری چون مسیرهای ترانزیت انرژی، تقسیم دریای خزر و جهتگیری‌های سیاسی و عقیدتی نیز با هم اختلاف نظر دارند و دو طرف تا چند ماه قبل می‌کوشیدند که پرده روی این اختلاف بکشن و از تخریب بیشتر روابط جلوگیری کنند و رژیم ایران در جریان جنگ دو سال پیش قره‌باغ کوشید با تفکیک میان انفعال عملی و مواضع اعمالیش از کشاندن این پرونده ها به عرصه عمومی جلوگیری کنه و نمایش اعلام حمایت امامان جمعه شهرهای ترکنشین از آذربایجان با این هدف صورت گرفت. اما اکنون شرایط به قدری متفاوته که عملا جایی برای این گونه مانورها نمانده و تهران لزومی برای انکار نقش خودش به عنوان تنها حامی ایروان نمیبینه و وقتی اختلافات کشورها به بالاترین میزان خودش میرسه معمولا جنگ هم در افق پیدا میشه، هرچند در شرایط کنونی هنوز گزینه بعیدی به نظر میرسه و احتمالاً تهران با افزایش حمایت از ارمنستان و کمک به بازیابی توان نظامی آن مهار وضعیت رو در دستور کار قرار میده. امریکا کمک میکنه توازن نظامی به هم خورده با آذربایجان دوباره برقرار بشه. اما ارمنستان به نوعی قربانی تحولات ژئوپلیتیک در منطقه شده و با تضعیف نقش روسیه، ترکیه دشمن تاریخی ارمنی‌ها وارد حیات خلوت روس‌ها شده و ترکیه قدرتمند به چشم پسرخوانده به باکو نگاه می‌کنه و دشمنی ایران و اسرائیل هم مزید بر علت شده که باکو عزیز دردانه تل آویو بشه و این تحول تا حد زیادی باعث افول توان لابیگری و رایزنی قدرتمند ارمنی در جهان غربی شده. این مسئله بدین معناست که تنگنای ژئوپلیتیک ارمنستان با تنهایی استراتژیک ایران گره خورده، امری که به بلند پروازی های بی‌محابای علیوف دامن میزنه و در محاسبه نهایی البته داستان به سود جمهوری آذربایجان نخواهد بود، چون کشورهایی که به ماجراجویی های ژئوپلیتیک دست میزنن مانند قماربازانی هستن که فاصله اندک میان برد و باختشون وجود داره و اگر در بدبینانه ترین حالت جنگی میان ایران و آذربایجان در بگیره شبیه الگوی نبرد اوکراین خواهد بود و
کشورهای غربی اسرائیل و ترکیه احتمالاً اجازه نمیدن که این کشور شکست بخوره. اما با توجه به کوچکی جمعیت و مساحت آن، مانند اوکراین عملاً ویران میشن و این روزنه امیدیه که اجازه میده واقع‌گرایی به میدان بیاد و موقت بودن تنهایی ارمنستان هم متغیر دیگریه که نباید اون را از نظر دور داشت و ترکیه به تنهایی نمیتونه کدخدای قفقاز بشه و ایران و به ویژه روسیه رو نادیده بگیره و دموکراسی ارمنستان به عنوان تنها دموکراسی منطقه در کنار گرجستان قدرت نرمیه که آن را در برابر دیکتاتوری حاکم بر آذربایجان صاحب اعتبار میکنه و همچنین انگار به دام افتادن کشوری مسیحی در میان همسایگان مسلمان و وجود کلیشه‌ای تاریخی مشابه میتونه به اهرمی برای جلب ترحم بین‌المللی تبدیل بشه. و این در حالیه که حمله به اهداف دیپلماتیک فصل‌های سرنوشت‌ساز در تاریخ معاصر ایرانمون بوده و یکی از اولین موارد حمله به دیپلمات‌ها در تاریخ جهان قتل الکساندر گریبایدوف در تهرانه. در آن دوره فرستاده‌های دیپلماتیک دیگر کشورها نیز هدف قرار گرفتند و در دهه‌های اخیر هم بارها به سفارتخانه‌ها در ایران حمله شد یا سفارتخانه‌های ایران در کشورهای دیگر هدف حمله قرار گرفتند. علاوه بر این، ایران در برخی از مرگبارترین حملات به سفارتخانه‌ها به ویژه در بیروت مسئول بوده و در حمله به سفارت آذربایجان هم باکو از همون لحظه اول به تندی واکنش نشان داد و حمله رو تروریستی خوان و البته ترکیه در کنارش ایستاد و رسانه‌ها و مقامات آذربایجان یاسین حسین‌زاده فرد مهاجم رو عضو گروه جنبش مقاومت آذربایجان حسینیون دانستند و اگر چنین امری صحت داشته باشه با توجه به روابط بسیار نزدیک این گروه و رهبرانش با سپاه در نقش داشتن جمهوری اسلامی در این حمله و تروریستی بودن آن تردیدی نمیتوان کرد و این در حالیه که رسانه‌های وابسته به سپاه به صراحت این گروه رو ساخته سپاه و قاسم سلیمانی دانستند و نحوه واکنش بسیار سریع و بسیار تند مقامات و رسانه‌های جمهوری آذربایجان و حمایت سریع و تهدیدآمیز ترکیه به معنای اینه که گزارش سفارت آذربایجان در تهران به باکو با روایت نقل شده از یاسین حسین زاده در رسانه‌های جمهوری اسلامی یکسره متفاوته و گروه حسینیون یا همان مقاومت اسلامی آذربایجان حدود 10 روز پیش علیه رهبران جمهوری آذربایجان به دلیل تلاش برای عادی سازی روابط با اسرائیل بیانیه داده بود و روابط تهران و باکو هم مدت هاست که به لطف بی‌لیاقتی، جهالت و البته خیانت جمهوری نکبت اسلامی به منافع ملی ایران تیره و تار شده و حالا دفاع جوزف بورل عضو حزب کمونیست اسپانیا از سپاه تروریستی پاسداران عجیب نیست، همانطور که رقص تانگوی موگرینی عضو حزب کمونیست ایتالیا و حمایتش از ملاها عجیب نبود. سپاه پاسداران بچه ماریه که از بطن ارتش سرخ شوروی زاده شد و در واقع یک سازمان کمونیستی تروریستی به شمار میره و برای رسیدن به دموکراسی و داشتن یک ایران آزاد این سازمان و تمامی زیرشاخه های آن محکوم به نابودی هن. تقریبا گزارش کامل و جامع بود، یعنی ما از ابتدای صبح که این اتفاق رخ داد تلاش کردیم با کمک خوب و ارزشمند عزیزان رسانه اطلاعات کامل رو بدیم. بله. من چند تا نکته‌ای که شاید نبود تو این گزارش رو خدمت مردم عزیز عرض بکنم. حدودا ساعت از این اظهارات خود فرد است که ما بررسی کردیم، حدود 5:30 این فرد در واقع در مقابل سفارت کشور آذربایجان حاضر میشه و منتظر بوده که یه فرصتی در واقع براش ایجاد بشه که این اقدام مجرمانه خودش رو انجام بده و بر اساس اعلام خودش حدود 8:25 صبح خودرویی که حامل 3 نفر از اعضا و کارکنان سفارت بوده مقابل درب سفارت توقف میکنه و ایشون با اون خودرویی که داشته به همراه 2 فرزندش میاد و از در واقع عقب تصادف میکنه و میزنه به خودرو. کارکنانی که داخل خودرو بودن به سرعت از خودرو پیاده میشن و میخوان برن داخل سفارت. ایشون هم با اون سلاحی که همراهش بوده در واقع اینها رو دنبال میکنه، وارد سفارت میشه و در همون بعد به ورود شروع میکنه به تیراندازی که باز این فیلماش هم تقریبا بیرون اومده و مردم عزیزمون
مقام‌های جمهوری نکبت اسلامی میگن که جمهوری آذربایجان به یکی از مهمترین پایگاه‌های اسرائیل تبدیل شده و باکو با تسلط بر منطقه قره‌باغ قصد داره که کنترل مرز 28 کیلومتری ایران با ارمنستان مشهور به دالان زنگزور رو از دست ایروان خارج کنه و برخی تحلیل‌ها هم حکایت از اون داره که جمهوری اسلامی از این مرز 28 کیلومتری به منظور دور زدن تحریم‌های بین‌المللی استفاده می‌کنه و تسلط آذربایجان بر این منطقه رو به منزله بسته شدن این آب باریکه می‌دونه. من میگم این باید از سفارت بیاد بیرون با اختیار خودش. امروز نخواست با من زندگی کنه، من پاسپورتش هم میگیرم. خیر پیش. من حرفم اینه، حرفم این نیست که خانومم با من. خانومم یعنی تو این حمله که رفتی به سفارت کردی فقط برای نجات دادن خانومه؟ بله، برای نجات دادن خانومم. به خاطر اختلافات خانوادگی و یه سری این چنین انگیزه هایی بابام توی سفارت تیراندازی کرد. خب شما رو چجوری برد توی سفارت؟ شما هم همراهش بودین مثل اینکه؟ بله، ما توی ماشین بودیم. خب بهتون چی گفت؟ گفت که داریم میریم کجا؟ گفت که داریم میریم سفارت مامانتون رو در بیاریم. خب مامانتون مگه تو سفارت بود؟ نه نبود، منم بهش گفتم اینو ولی قبول نکرد. مادرتون کجاست الان؟ شما باشون صحبت میکنی؟ بله. کجا الان؟ الان کشور آذربایجان هستم. کی باشون آخرین بار صحبت کردی؟ تقریبا 8-9 روز پیش. به گزارش منابع رسانه‌ای باکو، به گفته همسر عامل حمله کننده به سفارت باکو در تهران که اکنون در باکو به سر میبره، همسر وی گفته که یاسین حسینزاده ساکن مرند عضو لشکر تروریستی شیعیان آذری حسینیون تحت امر سپاه پاسدارانه که سابقه حضور در سوریه در لباس مدافعین اسد رو داشته و در سوریه به کودک کشی مشغول بوده و به همین دلیل آدم کشی برای وی مثل آب خوردن شده و بر اساس گزارش رسانه‌های باکو اسناد و شواهد متعددی از گروهک خرابکارانه لشکر شیعیان آذری حسینیون و برنامه‌های سازماندهی شده این لشکر به دست آمده. سردار، در حال حاضر شرایط ضارب چگونه است و بفرمایید که پرونده این اقدام به کجا رسیده؟ بله، یک همکار ما که در واقع اونجا کنار درب ورودی سفارت بوده اطلاع لازم رو به پلیس میده. تیم‌های عملیاتی ما در کمترین زمان ممکن وارد میشن. این بله. فرد که جلوی درب بوده و در واقع قصد خروج رو داشته و می‌خواست فرار بکنه در واقع دستگیر میشه و از همون ابتدا تیم‌های ویژه کارآگاهی پلیس آگاهی ما و پلیس امنیت ما، به جهت اینکه ما احتمال می‌دادیم که حالا مثلا جنبه امنیتی هم داشته باشه، کار بازجویی رو و بنده خودم شخصا بلافاصله تو محل حاضر شدم. بله. موضوع رو بررسی کردیم. همونطوری که در فیلم و گزارش هم اشاره شد، هیچ گونه بحث تروریستی یا مثلا بحث امنیتی تا این لحظه الان می‌ذاره در اختیار ماست ما در واقع نشنیدیم. بیشتر همین مباحث اختلاف شخصی و مشکلاتی که ایشون با همسرش و با خانوادهش که تبعه کشور آذربایجان هستن داشته بیشتر این بوده و ایشون هم این صحبت رو میکنه که این 9 ماه همسر من در طبقه 4 سفارت در واقع اونجا بازداشته و حتی یه پت که همراه خودش آورده بود که بره اون درب رو بزنه و لطمه‌ای به همسرش نزنه بتونه همسرش رو به سلاح خودش در یک روز 2 عملیات خرابکارانه توسط سپاه انجام شد، یکی در قلب تهران، یکی در اسرائیل، و در اسرائیل حمله به وسیله یک عدد کلت صورت گرفت و تعداد کشته شده های اسرائیلی دست کم 8 نفرند و سپاه پاسداران با وقاحت تمام این عملیات رو بر عهده گرفت. حالا باید هشتک زد که جوزف بورل یک احمق به تمام معناست. بسیجی کثافت ریدم تو قیافت، بسیجی کثافت ریدم تو قیافت. گروه حسینیون در بیانیه‌ای که در توییتر خود منتشر کرده، حمله به سفارت آذربایجان در ایران رو محکوم نکرده و در عوض گفته که کشور اسرائیل و انگلیس میخوان از این حمله کسب منفعت کنن و اینکه گروه حسینیون یک گروه وابسته به سپاه قدس که توسط قاسم سلیمانی در سال 2017 ایجاد شده و طبق ادعای گروه حسینیون مسئول این گروه فردیه به اسم شیخ توحید ابراهیمی. الان ضارب در اختیار پلیس آگاهی است و در واقع تا این لحظه هم بازجویی کامل و مفصلی ازش شده
مدارک و اسناد که همراهش بوده، موبایلش تمام بررسی شده. ما تا این لحظه هیچ مطلبی ندیدیم و تنها مطلب همین بحثای خانوادگی و شخصی. نکته جالب اینه که آمن سادات ذبیح‌پور در توییترش نوشته که فرد تیرانداز به سفارت جمهوری آذربایجان از نظر روحی و روانی پرونده پزشکی داره و همسر زارب به جمهوری آذربایجان سفر کرده. آمن خانم ته رسیدگی به پرونده حمله به سفارت آذربایجان رو گفت. آیا متوجه کدی که داده شدید؟ و سوال اینجاست که چرا باید هنوز تحقیقات انتظامی و امنیتی تکمیل نشده و اطلاعیه رسمی قوه قضاییه صادر نشده و پزشکی قانونی نظر نداده و پرونده رو به لحاظ تعطیلی رسمی کشور رسما توسط سرپرست دادسرا به بازپرس ارجاع نشده، ته پرونده حمله به سفارت آذربایجان رو آمن سادات ذبیح‌پور بگه. واقعا ماموریت آمن سادات ذبیح‌پور چیه؟ تو ایرانی که اگر نیم لیت مشروب ازت بگیرن صدا و سیما تصویرتو شطرنجی میکنه، ولی اگر بری تو شاهچراغ و سفارت باکو ملتو ببندی به گلوله، چهرتو کامل و واضح نشون میده. این یک فاجعه بزرگ در رژیم ایرانه و تازه خودی های رژیم هم اعتراف میکنن که با تعطیلی سفارت آذربایجان در ایران اوضاع به معنای واقعی کلمه افتضاح خواهد شد و تنش با همسایگان در شرایطی که روابط با غرب در بدترین حالت خودشه نشان دهنده آغاز مجدد پروژه امنیتی سازی ایران خواهد بود و گفتن ای کاش تنها یک عاقل در این سیستم بود و مانع از وقوع ابر فاجعه میشد. اینجا من این توضیح رو لازم میدونم بدونم که بدم خدمت مردم عزیز و همه بینندگان که تمام مراکز دیپلماتیک که در کشور ما حضور دارن با برنامه ریزی های کاملی که انجام شده در واقع از امنیت و آرامش و در واقع ما آمادگی کامل رو داریم که این امنیت رو برای این عزیزان فراهم بکنیم. این هم یک حادثه غیر مترقبه بوده که به هر حال شما ملاحظه کردید در کمترین زمان هم پلیس در صحنه حضور پیدا کرد و زارب رو هم دستگیر کرد. ممنون از شما. در حالی که حسین رحیمی سمت چپ به عنوان فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ در محل حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران حاضر شده بود، خبرگزاری فارس از برکناری او خبر داد و به نوشته فارس با حکم احمدرضا رادان، عباس علی محمدیان فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ شد. جان کلام این که طبق اخبار رسیده از زاهدان، جمهوری نکبت اسلامی به بهانه ورود جایش به بلوچستان در حال کنترل مردمه و نکته مهم اینه که هر زمان در هر منطقه نظام احساس ضعف میکنه، جایش رو علم میکنه که مبارزین قیام رو سرکوب کنه و دیگه جای شکی نیست که این نظام خود داعشه. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.